وقتی جبرئیل نازل شد به پیغمبر خدا عرض کرد یا رسول الله برگردید به اصحابتون بفرمایید خدا برای هر کدوم از شما یک دعای مستجاب در نظر گرفته، هر چی هست شما بگید. پیغمبر برگشت به اصحاب فرمود که دیگه یک دعای مستجاب برای شما در نظر گرفتن، دعا کنید. دست را رفت دعا کرد. یه وقتی در پیغمبر زیر لبی فرموقت لوکان اوویز لقالها، اگر اوویز در میان شما میبود میگفت اون کلمه رو، به اون دعای مخصوص رو میکرد. اینقدر اینا به وجد آمده بود که از پیغمبر نپرسیدن که آقا اگر اوویز بود چی میگفت. پیغمبر از اون یارم اوویز آمد من این زور بگیرم اوویز و راستی یه روزی یه همچه اتفاقی افتاد. پیغمبر همچه فرمویش فرمود عجب، وقت ما چیکار کردیم؟ برای چی دعا کردی؟ گفت به خدا من خون نداشتم، دعا کردم خوندار شدم. آجی آقا من زنم مریض بود، دعا کردم خدا شفاش بده، شفاش بده. شما جی آجو من سرمایه میخواستم، شما جی آجو من دکون میخواستم، شما جی من بچه میخواستم، شما جی من این دشمن داشتم میخواستم از بین بره، شما جی همه هم اوی دست پشت دست. گفت افسو چرا؟ گفت یه دعای مستجاب برای شما قرار دادن، اونم برای خودتون دعا کردید. گفت برای کی باید دعا میکردید؟ گفت شما هر چی دارید از برکت خاتمونم بیادارید. اگر من بودم گفتم خدا این پیغمبر نازنین رو تا قیامت برا ما نگه دارید. یک دفعه اصحاب زدن پشت دست، دید یا قدید رو خاتمونم بیا از دست ما رفت. فا انا لله و انا الیه راجعون. دیدی از نعمت وجودش محروم شدی؟ حرم امام رضا رفتی، عرفات رفتی، مکه و مدینه مکرم شدی، سال خوشی بهت دست داده، در شرایط زمانی یا مکانی بسیار مطلوب دعا کردی. برای چی دعا کردی؟ برای مشکل ترین حاجت خودت. منم هم همون همینطور هستم. ولی بیایید امشب برای چیز دیگه دعا کنیم. بیاید امشب دعا کنیم برای اون کسی که دعبل گفت رفتم به محضر مقدس حضرت رضا علیه السلام، تا اسم حضرت مهدی رو بردم هنوز حضرت مهدی متولد نشده بود. جمع امام رضا بلند شد سر پا، دسته ها رو روی سرش گذاشت، گفت اللهم انصرنا به این اسم العزیزا، خدا مهدی رو برسون دیگه، ما رو یاری کن و اون دعا کنیم. دعا کنی برای اون کسی که اولیا انبیا خاتم الرسل بله امیرالمؤمنین سوکت الهه بهفرمود و درباره اصحابش فرمود، برای اون دعا کنیم. امشب یک دعای مستجاب اگر بهمون بدن، بیایید اون دعا را در حق ملک نعمتمون امام عرب ارواح خدا را اون فدا داشته باشیم. این وظیفه ما خود حضرت فرمود اکثر الدعا. ما اگر شیعه هستیم بذار بگم عیب نداره، طوری اقرار کنیم به زشتیامون، اقرار کنیم به بدیامون. آقا این قد امام زمان به شیعهاش امر کرده برام دعا کنید، این قد ما دعا میکنیم. اگر هیچی نمیگفتن ببینن خودمون دعا میکنیم یا نه چقدر دعا میکنم. به مجلسی فرموده به شیعه ها بگو برام دعا کنن، و علامه بحرالعلوم فرمود به شیعه ها بگو برام دعا کنن. ای به صدای تو سیدی و مولا، در توقیع شریف نوشت و اکثر دعا به تعجیل الفرج فان ذلک فرجکم. آقا دعا کنید برای فرج، زیاد دعا کنید برای فرج. این دعا کردن فرج شما یا فرج من فرج شما. دعا کنید آقا. چرا ما دعا نمیکنیم؟ چرا وقتی دلمون سوخت برای حوائج شخصیمون؟ اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن، صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا
وعينها حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.